بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست و صحتمند باشین. در جلسه قبلی فیزیک صنف دهم ما و شما در رابطه با آینه مؤدب موضوعات خوندم و یاد گرفتیم و به خصوص در رابطه با شعاع وارده و منعکسه. و قبل از او جلسه ما و شما در رابطه با آینه مقعر موضوعات خوانده بودیم. آینه مقعر تعریف کردیم، شعاع وارده و منعکسه، هر یک خصوصیات رو به شما گفتیم. امروز قرار ما و شما در رابطه به ترسیم تصویر در آینه مقعر بخونیم. چگونه ما و شما میتونیم در یک آینه مقعر از یک جسم تصویری ایجاد کنیم؟ ما و شما برای ترسیم تصویر باید اشعه های وارده و منعکسر به طور منظم و دقیق بفهمیم و بتونیم هر یک رسم کنیم. زمان ما میتونیم از یک جسم تصویری ایجاد کنیم که این شعاعات وارده و منعکسر دقیق بتونیم رسم کنیم و زمانی که این دو شعاعی وارده هم دیگر قطع بکنه ما و شما میتونیم تصویری ایجاد کنیم. یعنی در نقطه‌ای که شعاعات هم دیگر قطع میکنه میتونیم تصویری ایجاد کنیم. و گفتین که در مقابل آینه مقعر یک جسم میتونه به 6 موقعیت قرار بگیره. فقط در یک حالت از یک جسم در آینه مقعر تصویر مجازیه که او رو انشالله تعالی وقتی به او برسیم برای شما شرح میدم که علت مجازی بودنی و چیه. آینه مقعر گفتیم قسمت داخلی آینه نور انعکاس میده. محور اصلی، محراق، مرکز انحنا، شعاع انحنا، هر یک ما و شما خوندیم. آینه مقعر قسمت داخلی رو چکار میکنه؟ نور انعکاس میده. به این قسمت گفتیم قرار داره محراق و فاصله دو برابر بشه میشه مرکز انحنا که به حرف چی نشون میدم؟ به حرف سی. برای که ما و شما بیاییم تصویری ایجاد بکنیم ابتدا مرور میکنیم شعاعات وارده و منعکسه. گفتیم یک حالت اینه که اگر شعاع وارده به رأس آینه وارد بشه تحت هر زاویه که وارد شده تحت همون زاویه چکار میکنه؟ انعکاس میکنه. ای یک گپ. دوم اینه که اگر شعاع وارده موازی به محور اصلی باشه و با آینه برخورد کنه انعکاس یافته از محراق عبور میکنه. این دو حالت. حالت سوم، اگر شعاع وارده از محراق عبور کنه موازی منعکس میشه. برعکس از این شد، موازی وارد شد از محراق منعکس شد. یک حالت دیگه اینه که اگر شعاع وارده از مرکز انحنا عبور کنه با آینه بتابه بال مسیر اولی خود چکار میکنه؟ منعکس میشه. حالا او شش موقعیتی که میتونه یک جسم در مقابل آینه مقعر قرار بگیره کجایه؟ نظر به شماره گذاری، یک در بی نهایت میتونه جسم به کجا باشه؟ به بی نهایت باشه. حالت دوم میتونه جسم بین بی نهایت، یک در بی نهایت، یک میتونه بین بی نهایت و مرکز انحنا باشه. یعنی بین بی نهایت و مرکز انحنا. این دو حالت. حالت سوم، جسم در مرکز انحنا باشه. حالت چهارم، جسم بین مرکز انحنا و محراق قرار بگیره. حالت پنجم، جسم روی محراق قرار بگیره. و حالت ششم، جسم بین محراق و رأس آینه، یعنی روی فاصله محرقی قرار بگیره. پس یک جسم میتونه به 6 موقعیت قرار بگیره، در بی نهایت باشه، بین بی نهایت و مرکز انحنا، روی مرکز انحنا، بین مرکز انحنا و محراق، روی محراق و روی فاصله محرقی یا بین محراق و رأس آینه. هر یک از اینا رو انشاءالله و تعالی با شما شروع میکنیم و از این جسمایی که به این موقعیتایی که قبلا گفتیم قرار میگیره تصویری رو ایجاد میکنین و رسم میکنین. پس این 6 حالتی بود که جسم میتونیست
در اون موقعیت ها قرار بگیره. انشالله و تعالی شروع میکنیم به رسم تصویر ای جسم. اولین حالت، اگر جسم در بی‌نهایت باشه، یک جسمی داریم که در بی‌نهایت باشه و ما شما او شماره اول نامگذاری کردیم، چه کار میکنیم؟ ابتدا میاییم آینه مقعر رسم میکنیم، ای آینه مقعر و ای هم محور اصلی. بر روی محور اصلی گفتیم چی قرار داره؟ یک محراق قرار داره که به اف نشون بدیم، یک مرکز انحنا قرار داره که بر برف سی نشون بدیم. انمینا کافیه. گفته که جسم در کجا قرار داره؟ جسم در بی‌نهایت قرار داره. از بلندترین قسمت جسم، از مرتفعترین موقعیت یا چه کار میکنیم؟ شعاعات موازی با آینه مقعر میتابونیم. و ما و شما قبلا میفهمیدیم زمانی که شعاعات موازی به آینه مقعر بتابه، از کجا عبور میکنه شعاعات منعکسه؟ از محراق. و با حالت اولی جسم در کجا قرار داره؟ جسم در محراق قرار داره. حالت اول، جسم در بی‌نهایت. برای که ما شما یک جسم به بی‌نهایت داریم، شعاعات موازی به او با آینه مقعر چه کار میکنیم؟ به محور اصلی رو رسم میکنیم. زمانی که ما شعاعات موازی، شعاعات موازی به محور اصلی با آینه مقعر رسم میکنیم، این شعاع انعکاس یافته از کجا عبور میکنه؟ از محراق. این شعاع از بی‌نهایت آمد موازی با محور اصلی، این شعاع وارد شد و بتابید با آینه مقعر. زمانی که بخواد انعکاس بکنه، انعکاس یافته از کجا عبور میکنه؟ از محراق آینه مقعر. پس به این حالتی از آینه مقعر چه کار کرد؟ از محراقی رو انعکاس کرد. اگر ما و شما از همین جسمی که به بی‌نهایت قرار داره دگم شعاعات موازی به محور اصلی رسم کنیم، میتونیم من بعض شعاعات از پی رسم کنیم که از بی‌نهایت آمده و با آینه مقعر چه کار میکنه؟ میتابه. زمانی که این شعاع هم موازی از جسم آمده، موازی به محور اصلی آمده و از جسمی که به بی‌نهایته، بازم چون موازی به محور اصلیه از کجا عبور میکنه؟ از محراق عبور میکنه. پس این شعاع هم انعکاس یافته و از کجا عبور کرد؟ با آینه بتابید و انعکاس یافته و از محراق عبور کرد. اگر ما و شما چندین شعاع دیگه هم بالاتر از این، پایین‌تر از این موازی به محور اصلی رسم کنیم و با آینه بتابونیم، بازم از کجا عبور میکنه؟ از محراق. و این شعاعاتی که ما و شما با آینه مقعر تابوندیم و انعکاس نمودم، این شعاعات هم دیگر به کجا قد کرده؟ در محراق. پس در جایی که این شعاعات هم دیگر قطع بکنه، به همون جی تصویر به وجود میایه. پس جسم به بی‌نهایت بوده و ما شعاعات موازی تابوندیم و این شعاعات موازی انعکاس کرد، از محراق عبور کرد و انمی شعاعات که انعکاس کرده در محراق هم دیگر قطع کرده. پس تصویر جسم در بی‌نهایت، تصویر به کجا تشکیل شد؟ تصویر در محراق تشکیل شد. از کجا فهمیدیم در محراق تشکیل شد؟ چون این شعاعات هم دیگر به همین جهت کرد و تصویر حقیقیه. علت حقیقی بودن چیه؟ شعاعات تابوندیم، انعکاس داده شعاعات هم دیگر قطع کرد. اگر انعکاس داده شعاع هم دیگر قطع بکنه، تصویر چیه؟ حقیقیه. پس جسم در بی‌نهایت تصویری رو به شکل نقطه حقیقی در کجا تشکیل شد؟ در محراق. این حالت اولی. و حالت دوم، اگر جسم بین بی‌نهایت و مرکز انحنا قرار بگیره، یعنی شماره دومی که ما و شما بودم شماره گذری کردیم، ما و شما ما چکار کنیم؟ تصویری از ایجاد کنیم و سعی کنیم تصویر چگونه تشکیل میشه. جسم در کجا قرار داره؟
جسم در بین بی‌نهایت و مرکز انحناء. جسم در بی‌نهایت و بین بی‌نهایت و مرکز انحناء. آینه مقعر رسم میکنیم و محور اصلی، محور اصلی این قسمت رو گفتیم نام میگذاریم محراق، که اف و فاصله دو برابر از این میشه مرکز انحنا. جسم در کجا قرار داره؟ بین بی‌نهایت و مرکز انحنا. مثلا ما اگر این قسمت رو بگیم بی‌نهایت، پس این هم میشه مرکز انحنا. به بین از اینا چی قرار داره؟ به این قسمت جسم قرار داره، که به شکل یک تیرک یا وکتور با ما و شما رو چکار کرده؟ نمایش داده. خب کمی جسم رو بزرگتر رسم کنم که تصویری رو بیتر تردیده شه. این یک جسم، و ما از این جسم قرار چی به وجود بیاره؟ تصویری به وجود بیاره. حالا بازم همون شعاعات وارده و منعکسه ما رسم میکنیم تا تصویر ایجاد بشه. اولین شعاعی که رسم میکنیم بازم موازی، از بلندترین قسمت جسم شعار میتابونیم به صورت موازی با محور اصلی با این مقعر. شعار به صورت موازی با محور اصلی چکار کردیم؟ با آینه مقعر تابونده. زمانی که این شعاع به صورت موازی با آینه مقعر بتابه از کجا عبور میکنه؟ از محراق عبور میکنه. پس این شعاع وقت تابید انعکاس یافته و از محراق عبور کرد. این یک حالت. حالت دوم، گفتیم اگر شعاعی وارده از مرکز انحنا عبور کنه و با آینه بتابه، بدون انکسار دوباره پس به روی مسیر اولی خود چکار میکنه؟ بازگشت میکنه. این کمی دیگه من امتداد میدم این شعاع منعکسر. حالا از همین بلندترین موقعیت جسم شعار چکار میکنیم؟ از مرکز انحنا عبور میدیم و با آینه مقعر میتابونیم. این شعاع از مرکز انحنا عبور کرد و با آینه چکار شد؟ با آینه مقعر تابید. وقتی این شعاع از مرکز انحنا عبور کنه و با آینه مقعر بتابه، باله همون مسیر دوباره چکار میکنه؟ منعکس هم میشه. پس در ابتدا وارد شد و بعد چکار شد؟ منعکس شد. حالا این دو شعاعی وارده که وارد کردین و از محراق عبور کرد، از مرکز انحنا عبور دادین و باله مسیر اولی خوب برگشت کرد، در کجا هم دیگر قطع کرده؟ به این قسمت. پس به این قسمت که اینا هم دیگر قطع کرده، به این قسمت چی وجود داره؟ به این قسمت تصویر جسم وجود داره. خود جسم کجا بود؟ جسم بین مرکز انحنا و بی‌نهایت. و تصویری رو چه کار شد؟ تشکیل شد بین بی‌نهایت و محراق. یک گپ دوم، جسم به کجا بود شاگردا؟ جسم در بین بی‌نهایت و مرکز انحنا. در این قسمت جسم بود. تصویر چی حالت داره؟ تصویر بین مرکز انحنا و محراق. یک تصویر معکوسه ای دو گپ، و گپ سوم تصویر کوچکتر از خود جسمه. تصویر کوچکتر از جسم است. پس این سه گپ. زمانی که جسم بین مرکز انحنا و بی‌نهایت قرار داشت، یک شعاعی موازی تابنده از محراق عبور کرد، شعاعی از مرکز انحنا عبور دادیم بالای خود رو پس برگشت کرد، این دو تا شعاع هم دیگر به این موقعیت رد کرد. پس به این موقعیت جسم قرار داره و ما و شما خصوصیات تصویر چکار کردین؟ و گپ دیگه اینه که تصویر چکاره؟ تصویر حقیقیه. بیشتر گفتیم اگر این شعاعاتی که ما و شما وارد میکنیم و منعکس میشه، همون منعکس شده هم دیگه رو قطع بکنه، تصویر چیه؟ حقیقیه.
پس این دو حالت ما شما با استفاده از شعاع این کار انجام دادین و تصویری به وجود آوردین. و حالت سوم، اگر جسم در مرکز انحنا باشه تصویری رو چگونه تشکیل میشه؟ انشالله و تعالی ایر کار میکنیم با شما. جسم در کجا موقعیت داشته باشه؟ جسم در مرکز انحنا، یعنی کم کم با آینه مقعر نزدیک میشه. بازم آینه مقعر رسم میکنیم، محور اصلی رسم میکنیم و به روی محور اصلی محراق و باز فاصله دو برابر میشه مرکز انحنا. و جسم در کجا قرار داره؟ جسم در مرکز انحنا قرار داره و ما و شما از جسمی که در مرکز انحنا قرار داره ما هم تصویری ایجاد کنیم. جسمی داریم در مرکز انحنا، برای که بازم ما شما بیایم از این جسم تصویری ایجاد کنیم، شعاعات موازی، یک از شعاعاتی که تقریبا از همه جسم ها رسم میشه موازیه. بیشتر وقتا تمام شعاعات موازی فقط رسم میشه. ما شعاعی از بلندترین موقعیت جسم موازی به محور اصلی آینه میتوانیم. موازی به محور اصلی، این شعاع موازی به محور اصلی با آینه طبیعی. چندین بار دیگه از اونم این یادآوری شد. وقت شعاع موازی طبیعی از کجا منعکس میشه؟ از محراق. دقت کنین شاگردای عزیز، وقتی که قرار تصویری ایجاد کنین و تصویری رسم کنیم، فاصله محراق و مرکز انحنا دو برابر باشه، یعنی مرکز انحنا دو برابر محراق. موازی تابید و منعکس شده و از محراق عبور کرد. بعد چه کار میکنه؟ موضوع قبلی، اگر شعاعی بیایه از آینه چه کار بشه؟ ایگو موازی وارد شد، از محراق عبور کرد. اگر ما شعاعی را از محراق عبور بدیم موازی منعکس میشه. پس شعاعی دوم میایم از کجا عبور میدیم؟ از محراق. بازم از بلندترین نقطه جسم شعار میتابونیم، از محراق عبور میدیم و به جسم به آینه میتابونیم. این شعاع از محراق عبور کرد و با آینه تابید. زمانی که بخواه منعکس بشه موازی به محور اصلی چه کار میکنه؟ انعکاس میکنه. موازی به محور اصلی انعکاس میکنه. و اگر بخوایم از همین جسم تصویری ایجاد کنیم، این شعاعات هم دیگر به کجا قد کده؟ به این موقعیت. و به همین موقعیت چی به وجود میایه؟ تصویری به وجود میایه. در موقعیتی که اینا هم دیگر چکار کده؟ قد کده. و در این موقعیت که اینا تصویر به وجود آمد، با خصوصیات جسم به کجا قرار داشت؟ جسم در مرکز انحنا. جسم در مرکز انحنا قرار داره. پس تصویر چی خصوصیات داره؟ یک، تصویر در مرکز انحنای پس اما معکوس، در مرکز انحنا و معکوس. گپ دوم، تصویر برابر به جسم، یعنی نه کوچکتر نه بزرگتر. و گپ سوم، تصویر حقیقیه. پس وقتی که جسم به مرکز انحنا باشه یک شعاع موازی به محور اصلی میتابه، از محراق عبور میکنه. و شعاع اگر از محراق عبور میده موازی به محور اصلی میتابه، تصویر برابر به جسم بازم در مرکز انحنا اما معکوس تشکیل میشه. و شماره چهارم، تصویر در کجا قرار داره؟ در محراق قرار داره. و باز از این تصویر ما و شما شعاعات دقیقا به همین حالت، یک شعاع موازی میتابونیم و شعاعی دیگر از محراق میتابونیم با اینه. آینه مقعر، محور اصلی، محراق و مرکز انحنا. و جسم در کجا قرار داره؟ جسم بین مرکز انحنا و محراق.
پس جسم به این موقعیت قرار داره. ای جسم. از این جسم چکار میکنیم؟ شعاعات نظر به حالت قبلی که ما شما کار کردیم به هم حاله. یک شعاع موازی به تابه. خب شعاعی که موازی به تابه از محراب منعکس میشه و عبور میکنه. شعاع موازی تبید. انعکاس یافته از کجا عبور میکنه؟ از محراب عبور میکنه. موضوع دوم، اگر ما شما شعاعی از محراق عبور بدیم از کجا باز انعکاس میکنه و منعکس میشه؟ از محراق عبور بدیم شعار و با آینه مقعر بتابونیم موازی به محور اصلی منعکس میشه. اگر همین شعاعی که قبلا آماده بود کم کم امتداد بدیم شعاع با این مقعر تبید و منعکس شد موازی. اینا در کجا قد کردم نگره؟ به این موقعیت. پس به این موقعیت چی تشکیل میشه؟ به این موقعیت از جسم تصویری به وجود میاد. خود جسم به کجا قرار داشت؟ بین مرکز انحنا و محراق. تصویری از او تشکیل شد، حقیقی، بزرگتر از جسم اما معکوس. پس در این حالت چه کار کردیم؟ جسم بین مرکز انحنا و محراق تصویر رو به کجا تشکیل شد؟ بیرون از مرکز انحنا، یعنی بین مرکز انحنا و بی‌نهایت. تصویر بزرگتر، حقیقی اما معکوس و سرچپه. و شماره پنجم، تصویر جسم در محراق قرار داره. وقتی جسم در محراق قرار داشته باشه تصویر رو به کجا قرار میگیره؟ در بی‌نهایت. آینه مقعر، محور اصلی، همچنین محراق و مرکز انحنا. جسم در کجا قرار داشته باشه؟ در محراق. هر دو سیر نمگذاری که محراق افه. جسم در محراق قرار داره. ما و شما جسم در محراق رسم میکنیم به ایالت. از این جسم بازم ما و شما نظر به شعاعاتی که خونده بودیم چه کار میکنیم؟ شعاعات وارده میتابونیم و انعکاس یافته رو دریافت میکنیم. حالت اول، اگر شعاع موازی به محور اصلی با آینه تابنده بشه با آینه مقعر، از کجا انعکاس میکنه؟ از محراق انعکاس میکنه. پس این شعاع اول موازی به محور اصلی تبید و از محراق منعکس میشه. تابید و منعکس شد. شعای دومی، اگر ما بیاییم از بلند همی جسم، چون دیگه شعاعات دیگه نمیتونیم بیت بتابونیم، یک شعای به آینه مقعر بتابونیم عمود، شعار با آینه مقعر عمود بتابونیم، از مرکز انحنا عبور میکنه و انعکاس میکنه. شعار عمود با آینه مقعر تابندیم و دوباره چه کار میشه؟ پس به بال خود خود منعکس میشه. چرا؟ چون از مرکز انحنا عبور میکنه. خب این شعاعات عمد خود اینا همدیگه رو قطع نکرد. این یک شعاع وارد شد، این دو شعاع وارد شد، این شعاعات هم منعکس شد. آیا این شعاعات همدیگه رو قطع میکنه ما شما هرچی امتداد بدیم؟ نخیر. پس تصویر چگونه تشکیل میشه؟ تصویر حقیقی، بزرگتر از اصل جسم اما معکوس. در کجا تشکیل میشه؟ در بی‌نهایت. صحیح شد شاگردای عزیز؟ و حالت ششم برم انشالله و تعالی تصویر کشش میکنیم، رسم میکنیم. اگر در بین فاصله محرقی قرار داشته باشه، یعنی بین محراق و رأس آینه، تصویر ازی چه کار میشه؟ تصویر ازی تنها حالتیه که تصویر جسم مجازیه و علت مجازی بودن ایرم ببینه شما تشریح میکنم. آینه مقعر رسم میکنیم، محور اصلی رسم میکنیم و همچنین محراق
و مرکز انحنا. جسم در کجا قرار داره؟ جسم در فاصله محرقی، یعنی بین محراق و رأس. این جسم از این جسم اولی شعای موازی به محور اصلی میتابونه. وقتی موازی به محور اصلی باشه از محراق عبور میکنه و از محراق انعکاس میکنه. موازی به محور اصلی تابید و از محراق منعکس شد. نزگپ پیشتر که ما شما گفتیم اگر از این جسم بیاییم چه کار کنیم؟ از بلندای این جسم شعار توری وارد کنیم که از کجا عبور کنه؟ از مرکز انحنا عبور کنه. شعا با از قسمت بلند جسم با اینه مقعر بتابه و شعا از مرکز انحنا عبور کنه. به همین مسیری که تابیده به همین مسیر هم پس چکار میشه؟ منعکس میشه. آیا این شعاعات هم دگر قد کرد؟ نه خیر. شعاعات وارده و منعکسه هم دگر قد نکرد. پس در این حالت که اینا هم دگر قد نکرد و از همه دور میشه، شعاعات از هم دگر چکار میشه؟ دور میشه. پس به این حالت امکان ندارم دگر قد کنه. میریم به او عقب آینه. اینا رو چکار میکنیم؟ به همین حالت امتداد میدیم. و همون مسیری که قرار دارم اینا رو به عقب آینه امتداد میدیم. اگر شعاعات منعکسر به عقب آینه امتداد دادیم و این امتداد یافته ها هم دگر قد کرد، به این حالت که منعکس شد قد نمی کنه، این دور میشه. اینا رو به عقب امتداد دادیم، وقتی به عقب هم دگر قد بکرد اینا تصویر از اینا چی میشه؟ مجازی میشه. وقتی خود انعکاس یافته هم دگر قد نکرد، اینا رو به عقب امتداد دادیم، امتداد داده ها هم دگر قد کرد، پس تصویر میشه مجازی. پس تصویر به کجا تشکیل شد؟ تصویر در خارج آینه مجازی و بزرگتر از جسم. خب شاگردای عزیز، این شش حالتی بود که ما شما تصویری از جسم در آینه مقعر رسم کردیم. ای بود شاگردای عزیز درس ما در این جلسه. تا جلسه بعدی که انشاءالله تصویر در آینه مؤدب رسم میکنم، شما رو به الله پاک و منان میسپارم.